هنگام خشم و عصبانیت یه سری کارها یه سری رفتارهایی رو میتونید انجام بدید که برای تسریع توی آرام شدن شما توی رسیدن به یه حالت متعادل به شما خیلی کمک میکنه اولین و مهمترین قضیه این هستش که شما خودتون رو از اون شرایط از اون محیط و از اون فضا بیارید بیرون تغییر ایجاد کنید خودتون رو نسبت به اون شرایط تغییر بدید که مهمترین اون پیدا کردن و شناختن راه فرار هست که با تحرک با هر کردن از یک موقعیتی به موقعیت دیگه میتونید این کار رو انجام بدید از طرف دیگه باید بتونید بخشش و فراموشکاری رو هم تو جرس خار خودتون قرار بدید مثلا شما تو صفح مترو یا تو اتوبوس قرار دادید اگر کسی به شما هولد داد یا تنه زد به شما دلیل نداره که سریع بخواد به نسبت به اون واکنش نشون بدید سعی کنید یک موسیقی گوش کنید ذهن خودتون رو معطوف به مسائل و موضوعات دیگه ای کنید این حرکت باعث میشه که شما روز خودتون رو ادامه کار خودتون رو ادامه روز خودتون رو بهتر ادامه حساب پیش ببرید از طرف دیگه مثلا خیلی وقتا هستش که شخصی میاد با حرف زدن یا رفتارش شما رو حساب عصبانی میکنه و باعث پرخاش و خشم شما میخواد بشه نکته یکی از اولا بیاد از باش صحبت کنید و به حرفاش گوش بدید که چرا این حرکت رو انجام دادی سر صحبت رو باش باز کنید وقتی که اون شخص میبینه که شما به حرفاش گوش میدید متوجه میشه که اولا شما آدم منطقی هستید مراقب اوضاع هستید و سنجیده دارید عمل میکنید از طرف دیگه احترام برای خودتون می خرید و احترام از طرف اون مقابل برای شما اون طرف مقابل برای شما احترام قائل میشه همچنین باعث وجود آمدن همدلی و دوستی و صمیمیت میشه ای بس خیلی از حرکات و برخوردهایی هایی که آدم ها توی این جامعه توی این به فضاهای عمومی پیدا میکنن باعث دوستی رفاقت ها ممکنه خیلی وقتا چندین سال طول بکشه و تا آخر عمر هم ممکنه ادامه داشته باشه پس از این رفتارها که حالا ممکنه باعث خشم و عصبانیت ما بشه میتونیم ازش به عنوان یک حرکت و عامل سازنده ازش استفاده کنیم نکته دیگه این هستش که باید آرام شدن و آرام کردن و آرام بودن خودمون رو تمرین کنیم ببینید یه سری تکنیک ها و روش ها وجود داره برای اینکه خودمون رو تو موقعیت ها و شرایط هیجانی و اضطراب میتونیم آرام کنیم یکیش مثلا تمرین تنفس هست مثلا از این، یکی از این تمرین ها چهار هفت هشت هست یعنی شما با چهار شماره هوا رو به داخل های خودتون میارید و یک نفس عمیق میکشید و هفت شماره اون رو تو سینه خودتون توی های خودتون حبس میکنید و با هشت شماره اون رو بیرون میدید این حرکت رو تو موقعیت های عصبانیت تو موقعیت های ازتراب و ترس و نگرانی هم حتی میتونید ازش استفاده کنید که این هم عرض کردم یکی از روش هایی هستش که باید تمرین کنید مطلب بعد که حالا خیلی هم مهم هست بحث تغییر رفتار خودتون هست ببینید خیلی وقته هستش که شما که میدونید وقتی که عصبانی میشید چه فحشا چه ناسزاهایی از دهان خودتون بیرون میاد اونها رو بیاد روش کار کنید و تغییرش بدید یا مثلا میدونید وقتی که عصبانی میشید یا خشمگین میشید بعضی هستن که کارهای خاصی انجام میزن میزنن میشکنن می شیشه ای رو میشکنن جنس کالا یا ارز به حضور شما که شیعی رو پرتاب میکنن بیایید از این تغییر رفتار و گفتار هر چند کوچک شروع کنیم برای تغییر توی اون شرایط خودمون که منجر میشه به کنترل خشم و همینطور که گفتم عرض کردم خدمت شما ابتدا اول کنترل عصبانیت باید داشته باشیم تا بتونیم اون خشم خودمون اون پرخاشگری و تندی خودمون رو کنترل کنیم